به نام خدا، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی سطح آیگ. امروز اولین درس یا لکسیون است که کتاب استودیو آینز شروع میکنیم. انشالله که تا آخر بتونیم که بدون کدام مشکلی درس ها پیش ببریم. و در جلسه بعدی مقدمه این کتاب بود که Start of Deutsch با هم کار کردیم و امروز اولین لکسیون یا درس از این کتاب آهاینز می باشه که عنوان از او است کافی و ده تی، یعنی قهوه یا چای. خب به این لکسیون موضوعاتی که میاموزین یا روی از اونا بیشتر بس میشه هیه لینن زی اینجا میاموزین یه ماندن کنین لینن که کسی بشناسیم، یعنی شناسیت پیدا کنیم، آشنا بشیم. زیشون آن دقیقه فرش دیلن خود و دیگر کسار معرفی کنیم. سالن فون اینز بس این تاوزن، یعنی اعداد از یک تا فون اینز از بس این تاوزن تا هزار. Etwas im Kaffee bestellen und bezahlen. یعنی چیزی در کافه یا قهوه خونه سفارش بدیم، بشتلین سفارش داده اون بسالن و بعد پولی رو پرداخت کنیم. تلفون نومن نینن اون فرشتین، همین شماره های تلفونه گفته میتونیم که بگیم، یعنی نام ببریم یا اسم رو بگیریم اون فرشتین و بفهمیم فرشتین فهمیدن میشه. خب موضوع هسته ایم کافی، در کافی. خب میبینین که چند تصویر داریم در اول هر لکسیون، بعضی از تصاویرها هسته که باز ادامه و در صفحه بعدی چند تصویر به حروف الفا تنظیم شده، ترتیب داده شده که داریم، که موضوعاتی هسته که معمولا میگه رو از اینا صحبت کنیم که باید کار گروهی باشه، ایته تنهایی نمیشه که من رو از اینا بس کنم، که اگر چند تا باشیم باید رو از اینا یک اشپخشین یا یک گیشپخش دیشته باشیم، یک گفتگوی دیشته باشیم. گیشپخش ام کافی یعنی گفتگوی در قهوه خانه یا کافه. خب اینز و هوبر اشپخشن زی اشپخشن دی لایته، و هوبر یعنی در مورد چی اشپخشن صحبت میکنن دی لایته اشخاص، اوغن زی اون زاملن زی ورتا. خب گفته اوغن زی گوش کشی اون زامل، یعنی جمع‌آوری کنین زی شما ورتا کلماته. خب ای گوش نمیکشن چون مهم نیه، اما بخش بی کسته اوغن زی نوخ ایمن اون لیزن زی، گفته گوش کشین شما یک مرتبه اون لیزن زی و بخانید. ویلشه فوتوز پاسن سو دن دیالوگن اردن زی سو. خب میبینین که اینجی دو شماره داره، اینز اون سوای یک و دو، و جا خیلی داره که باید ربط بدین که ای اکس ها به کدو دیالوگ ربط میگیره. خب با هم گوش میکشیم موضوع در مورد می شماره ب که چی بگفته. خب eins. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja klar, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, ich heiße Astrud Jobim. Ich komme aus Brasilien. Und Sie? Ich bin Katja Borowska. Ich komme aus der Slowakei. Ich wohne jetzt in Berlin. Was trinken Sie? Tee. Zwei Tee, bitte. Zwei. Grüß dich, Julian. Das sind Emir und Alida. Hi. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Indien. Und du? Woher kommst du? Aus Berlin. Was möchtest du trinken? Kaffee oder Tee? Lieber Latte Macchiato. Ich auch. Zwei Kaffee und zwei Latte Macchiato, bitte. خب گوش کشیدیم که در دو دیالوگ یا در دو گفتگو خیلی خوب کار کردن که داریم. دیالوگ اینز یعنی روی ازی اول شروع میکنیم که میخوانم و معنا میکنم که
اگر کدام جای کدام کلمه نفهمیدین بهتر بفهمین. انشولیدیگونگ یعنی معذرت میخوام. انشولیدیگن یعنی فعل معذرت خواستن. ایکس انشولیدیگینگ معذرت میخوام. ایست هیر نوخ فرای؟ گفت آیا منظور اینه که آی ان جی صندلی خالیه؟ از کسی نیه؟ یا کلار؟ بله. کلار یعنی واضحه. یا کلار؟ بله خیلی واضحه که خالیه. بته بیته که هسته یا به آخر که با آخر جمله خو استفاده میکنه که شکل مؤدبانه بگیره یا به اول جمله خو ای با آخر استفاده یا کلار بیته بله لطفا زنزی اوخ ام دویچ کورس گفت میبینین که سویلیه کرده افل زاینه زنزی اوخ ام دویچ کورس اوخ که هسته همچنین آیا شما همچنین در صنف آلمانی هستین یا ایش هایسه از درود یوبیم خب اسمیه نمیفهمم از اسم کدوم کشور از کدوم کشور شخص و گفته اسم من همینه ایش کوم اوز برازیل یعنی از برازیل اون زی و شکل سویلیه پرسان کرده تو چطور ایش بین کاتیا برویسکا خب من امی کاتیا هستم ایش کم آوز ده سلوکای من سلوکای هستم ایش وانه یتس من زندگی میکنم حالا یتس الان معنی میده حالا این برلین در شهر برلین واس ترینکن زی چه می نوشیم شما واس ترینکن زی چی می نوشیم شما خیلی جمله پرکاربرد و مفیدیه ایرمیت یاد بگیریم واس ترینکن زی او دا واس ترینکس دو اگر شکل دوستانه از کسی پرسی گفته کلمه تجربیه تی چای سوای تی بته میبینیم شکل مؤدبانه کرد بتر استفاده کرد سوای تی دو تا چای لطفا گوگستیش گوگستیش که است مانند الوه یا هم سلام منو میده اما شکل دوستانه یولیان یولیا دست زند ایما اوند ایلیدا گفته ای هستن ایما اوند ایلیدا های سلام وایر کومت یا گفته از کجا آمدیم توها شکل جمع دو هیا میشه چون اینا شکل دوست صمیمی هم پس پرسان کرده وایر کومت هیا از کجا آمدیم شما وی ار کومین اوز هندیان ما از هند کشور هند آمده اون دو و تو وایر کومز تو از کجایی اهل کجایی اوز برلین از برلین واس مشتس تو ترینکن چه میخوای بنوشی کافی او ته قهوه یا چای لیبا لاتا ماکیاتو گفته ترجیح میدم که همین بنوشم یک اسم نوشیدنیه ایش آخ من همچنین نفر دیگه هم گفته من همین میخوایم بنوشم سوای کافی اون سوای لات ماکیاتو بته دو تا قهوه و دو دانم لات ماکیاتو لطفا خب باید شما تصویر ببینیم که خود شما ربط بدیم موضوع به کدوم دیالوگ هسته خب تصویرام به پیم داریم فیورین زی دی دیالوگ ام کورس گفته همین رهبری یا مدیریت کنیم فیورین رهبری کردن مدیریت کردن گفته همین دیالوگ در کورس یعنی مانند همین دیالوگ در کورس اگر چند نفر هستین با هم بس و گفتگو کنیم در اول صفحه بعدی میبینیم که چند تا تصویر و هر کدام اخو اسمی داره که کلماتیه که مربوط به نوشیدنی ها میشه به طور مثال اوغانجن زافت همین خود زافت کسته یک هرچی که نوشیدنی ما خواسته باشیم بگیم به طور مثال اپفل زافت یعنی چی؟ آب میوه یا جوس پرتقال اپفل زافت یعنی آب میوه یا جوس سیب کوکاکولا نوشابه کوکاکولا واسا آب میشه کافه قهوه میشه تی چای میشه دیگه کاپیچینو میشه و همچنین به صفحه بعدی هم که هست چند تا نام داریم که اینا هم اسم نوشیدنی هایه به طور مثلا آیس کافه قهوه سرد کاکاو
Rotwein, Scharab Sorg, Weißwein, Scharab Sefid, Milch, Schier, Bier, Abjau, و همچنین آیس تی و چای سرد که اینا هم نوشیدنی هایی بوده که اسمای اینا رو با هم فهمیدین. خب ببینیم که دیگه چی داره. گیترین که گفته نوشیدنی ها، گیترین که نوشیدنی ها معنی میده، یعنی زاملین زی ام کورس، گفته جمع‌آوری کنی شما در کورس. منظوری و چیه گیترین که؟ یعنی نوشیدنی ها و وسط بداده، شما میتونیم به این چهار طرف از او انواع نوشیدنی هایی که شما میشناسیم بنویسیم. به طور مثلا و اینجا میتونیم بنویسیم وود واین، وایس واین، دیگه آیس تی و غیره و حتی چیزهایی که این جنامادم شما میتونیم اضافه کنیم که مربوط به نوشیدنی بشه. قدیمیتال زامل گفته مو قدیمیتال زامل جمعوری کنیم هرگن سنزی و تکمیل کنیم. بیگو سونگ یعنی چیزهایی که مربوط به حوال پرسی بشه، هالو، گوستیش و گوتین تاک، گوتین هابن و غیره که مربوط به بیگو سونگ بشه. نام چیزهایی که نامهایی که طریقهایی که میتونه نام خوب بگیم مثل ایش هایس ماین نام یا ایش بین یا دست ایست کس دگه خواسته باشیم مثل مثال معرفی کنیم دست ایست، دست ایست فاقاو احمدی و غیره. وهر از کجا آمده مثل مثال اوز هندیان، اوز برزیلیان. داخل از اون مکالمه میتونیم که اونا جمع‌آوری کنیم و به سه بخش تقسیم کنیم. بگوستون نام اون وهر که هر کدوم باید زیر موضوع بنویسیم که اینا قدیمی تاله. خب ما داریم اینجی واس ترینکن زی، گفتم که این جمله خیلی جمله پرکاربرد مفیدیه که میتونیم ما خیلی آسان هم هسته واس ترینکن زی. اگه باز خواسته باشیم بگیم چی میخوری، واس اسن زی، اسن یعنی خوردن قضا، ترینکن یعنی برای نوشیدنی ها استفاده میشه. فراگن و انتورتن زی، سوال کنیم و جواب بدیم. واس ترینکن زی، چی مینوشیم شما؟ کافی بده. تر مثال خدمتکار کافه یا رستوران میه میگه واس ترینکن زی، شما میتونیم بگیم کافی بته، تی بته، واسا بته. فقط اسم نوشیدنی میگیم و یک بته میگیم به شکل مؤدبانه. ترینکن زی بیر او دا واین، میتونه از شما پرسان کنیم از کسی یا خودمو خدمه رستوران از شما بپرسه ترینکن زی بیر او دا واین، آیا می نوشیم شما بیر آبجو یا واین؟ واین واین او دا یعنی یا معنی میده، واین بده، بیر بده. میتونیم هر چیزی که میل داشتیم جوابی بر بدیم. واس ترینکن زی، کافی بده. ترینکن زی بیر او دا واین، گفته واین بده. خب اینا رو که با هم کار کردیم. ویر چه کسی، ویر از کجا، واس چه چیز. سه دانه وی فرگه داریم که داخل جمله باز استفاده میشه. ویر چه کسی، ویر از کجا، واس چه چیز. کافی اودتی، کافی اودتی شکل سویلیه پرسان کرده قهوه یا چای. اوبن زی، اوبن یعنی تمرین کردن معنی میده، کار کنیم. اوبن زی تمرین کنید. اشپقیشن زی شنل یعنی صحبت کنین خیلی سری، شنل سری. مشتن زی کافی اودتی، گفته اگر ما این شکل رسمی یا مؤدبانه اگر خواسته باشیم پرسان کنیم از زی استفاده میکنیم. مشتن زی کافی اودتی، اما اگر از یک دوست خوب پرسان کنیم غیر رسمی یا غیر مؤدبانه پرسان کنیم خیلی راحت تر صحبت کنیم. مشتس دو کافی اودتی، میگه میخوای قهوه یا چای. بر ار دو طریق فعل گردان شده و سوال میشه پرسان کرد. میگه مشتن زی کافی اودتی، آیا چای میخوای یا قهوه. گفته ناین نخیر لیبا اوغن جنزافت، گفته ترجیح میدم که آب امو آب میوه پرتقاله یا جوس پرتقاله. یا میتونه بگه مشتس دو کولا او دا اپل زافت، گفته آیا میخوایی تو کولا یعنی نوشابه او دا اپل زافت یا امو آب میوه سیب
گفته ناین نخه لیبا واسا ترجیح میدم آبه. خب وهر واس از کجا چه چیز. خب اوگن زی اون اشپرشن زی نخت. خب بعض جا که گفته اوگن زی اون اشپرشن زی نخت کسته اینا من نمیتونم ولی پله کنم چون لازم نیه، اما اگر خود شما کتاب دیشتیم و بخش آیدیو یا مو اوگین کتاب رم دیشتیم حتما گوش بکنید. یک جمله میگه کمی هم مکس میکنه تا شما همون جمله تکرار کنیم، برو تلفظ گفتری شما خیلی تاثیر مثبتی داره. و ب واس ایست قیشتیش چه هسته؟ سی اوگن زی اون کاغوسن زی ان. خب سه جمله میگه، سه جمله میخونه این سوید دقای. خب امیر کمت اوز لیبیان. گفته همین امیر ال لیبیانه. آنا ایست اوز زربین. گفته آنا هست علمی زربین. امیر ترین کافی میت فیل میلش. امیر قهوه میخوره همراه با فیل میلش خیلی شیر. خب ایر به طور مثال با هم کار میکنین، اما باید کدام درستر شما تشخیص بدین. Das ist Amir. Tag, Sabira. Hallo, Amir. Woher kommst du? Aus Libyen. Und du? Aus Serbien. Was trinkt ihr? Kaffee? Ja, Kaffee. Mit viel Milch, bitte. خب، خدا کنه که بتونسته باشیم تشخیصیم کدی جمله سیه. Was ist richtig? چه چیز است سیه؟ من نمیده. اوگن زی اون کاوسن زی ان. گفته گوش کشین و امو زبدر بزنیم داخل امو خونه ای که درسته. خب داریم ما نمر دقای شماره سه فیل میلچ وینیش سوکا. خب فیل به معنای زیاد، وینیش کم من نمیده که برای اسمای غیر قابل شمارش به کار میره. به طور مثال میلچ سوکا یعنی شکر. خب اردن زیسو گفته با هم مرتب کنیم اینا. کافی میت میلش فیل میلش یعنی قهوه همراه شیر زیاد. کافی میت وینیش سوکا یعنی قهوه همراه شکر کمتره. کافی میت وینیش میلش یا که میتونیم بگیم قهوه همراه شیر کمه. کافی میت فیل سوکا یا میتونیم بگیم قهوه همراه شکر زیاده، یا میتونیم فقط فیل یا فیل یعنی زیاد معنی میده، چیزی که زیاد میل داشته باشیم معنای زیاد، خیلی معنی میده. وینیش یعنی کم، چیزی که کمتر میل داشته باشیم. نظر به نمو چیزی که دل شما مایه یک اسم انتخاب کردین فیل یا وینیش را قبل از او استفاده کنین. اما اینجا دارین کافی اونه فی اونه میلش اون سوکا. خب اینجا ما داریم کافی میت یعنی قهوه همراه فیل میلش. همراه میت همراه یا با معنی میده شیر زیاده، اما اگر بدون شیر و شکر خواستیم میتونی از اونه یعنی بدون معنی میده اونه بدون چیزی. کافی اونه میلش اون سوکا یعنی قهوه بدون شیر میلش اون سوکا شکر. پس اینجا ما چند کلمه دیگر هم یاد گرفتین، یکی فیله یکی وینیشه. فیل زیاد وینیش کم اونه بدونه. خب اوگن زی تمرین کنین میبینین که شکل داده یعنی چی قوی میکنه بخش اشپقشین یا گفتری شما. اشپقشین زی شنل صحبت کنین خیلی سری. ایش مشته میخوایم گرد با من یعنی گرد با من یعنی با علاقه تی میت میلش چای همراه با شیر او دا کافی میت میلش یا قهوه همراه شیر. خب ایش تقین که لیبا آیس کافی. خب گفته من مینوشم گرن یعنی با میل لیبر با میل تر. ایش تقین که لیبر آیس کافی
کافی با میلتر یعنی علاقه من بیشتر ایس کافی قهوه سرد اون سوکر بدون شکر اون دو و تو اون زی و شما میبینیم پس سویلیه میشه شکل سویلیه میکنیم که طرف هم جواب ما بده مثلا ایش مشت گرن تی می تی میت سوکا من میخوایم که با میل یعنی میل دارم که چای همراه شکر اون دو اگر دوست شما بود با او صمیمی بود اون دو اگر شخص محترمی بود و با او صمیمیت زیاد نداشتی اون زی و شما طرف میتونه بگه اشتقین که گن کافی میت میلش من می نوشم با میل قهوه امرو با شیر باز میشه که پس سوال کنی اون زی اون دو و اینا رو میتونی که تمرین کنی خب میت میلش همراه با شیر اون میلش بدون شیر میت سوکا همراه با شکر اون سوکا بدون شکر میت میلش اون سوکا همراه شیر و شکر میت فیل میلش همراه شیر زیاده اون وینش سوکا و شکر کمتری میت وینش میلش اون فیل سوکا همراه شیر کمی و شکر زیادی خب مینو میمو یعنی یاد داشت یا یک مینو میمو داده که اینا چهار چیز یک چهار تیار کرده فیل وینیش که زد از او وینیش میشه زیاد کم میت همراه با اون بدون میت با اون بدون پس میبینیم متضاد میت اونه میشه فیلا وینیش میشه که میتونیم با در جمله خود استفاده کنیم دیگه داریم سه لیزن زی دیگ قدیمی تل اوند فیورین زی دیالوگ گفته بخونیم نمی قدیمی تل ها قدیمی تل یعنی یک جمله آماده شده یه که شما میتونی از قبل آماده شده کتاب برای شما پیشنهاد میکنه که میتونی شما در صحبت ها از اینو استفاده کنی و خیلی راحت تر صحبت کنی اوند فیورین زی دیالوگ و مدیریت کنی یا هدایت کنی یا رهنمایی کنیم شما همین دیالوگ گفتگور قدیمی تل یعنی جمله قدیمی تر اتفاس به اشتیلین می یک چیزی اتفاس یک چیزی به اشتیلین سفارش مایم بدیم خب این جمله داده شده واس مشتن زی ترنکن چه چیز می خواهیم شما بنوشین واس مشتس دو ترنکن به شکل مؤدبانه غیر مؤدبانه چه چیز می خواهیم بنوشین کافی اودته قهوه یا چای شکل سویلیه میتونی استفاده کنی کافی اودتی البته باید لحجه شما به شکل سویلیه باشه واس نیمن زی اودا واس ترینکن زی اودا واس یا کافی باز میتونی بگی میت میسوکا اینا طریقایی هست که شما میتونیم یک سوال کنیم از طرف مقابل که چی میخوای بنوشی که از او پذیرایی کنی واس نیمن زی نیمن هم امو خوردن من نمیده خوردن من نمیده به اینجی واس نیمن زی چی میخوری تو یا دا واس ترینکن زی یا چه چیز مینوشی کافی یا قهوه میتسوکا امروی شکر خب اینجی داریم سووای کافی بته گفتم بته به آخر قبل از یک کامه میدیم بته استفاده به شکل مؤدبانه میشه واس مشتن زی ترینکن چه چیز میخوای بنوشی سووای کافی بته دوتا قهوه لطفا یا واس مشتس دو ترینکن یا خب میتونیم بگیم اوند سووای واسا بته و طرف دوست دیگه شما میگه مثلا دوتا هم آب لطفا کافی اودا تی قهوه یا چای لیبا تی ترجیح میدم چای اودا لیبا واسا یا ترجیح میدم ومو آبه واس نیمن زی اودا واس ترینکن زی چه چیز میخوایی بخوری یا بنوشی خب این هم میتونیم همینا رو جواب بدیم یا که میگه میتونیم تنها پرسان کنیم کافی یعنی قهوه میخوای بخوری یا میت فیلمش بله همراه خیلی هم شیر میت سوکا همراه شکر باست ناین اون سوکا یعنی نه شکر بدون شکر یا هم که میتونی اگر بگیم بله یا میت سوکا یا بته بله لطفا
خب یه هم از این جملاتی هست که شما میتون استفاده کنید. به طور مثال شما میتونید ایواز سوای دقای فیر فونف اینز شماره رو تغییر بدین. اگر کافی آورده شما تی استفاده کنیم یا واسا استفاده کنیم دیگه غوت واین بیر و همچنین جملاتی هست که شما باید فقط اسمی که میخواییم داخل جمله یا قدیمی تل بدین، خیلی راحت هم صحبت کنین. مار کمک میکنه به اشبقش ما، یعنی گفتگو ما. گیش بقیش ام کافی فیورین فروندین زی نامین ام کورس. گفت فروندین یعنی استفاده کنین زی شما نام نام اسمار ام کورس در کورس. یا ممیده گفته یک گفتگو یا در سنف مدیریت کنی یا ایداد دیم تر مثلا ویر کومن زی و در ویر کومس تو هالو هالو گوتین تاک دست است فاغو فاغو احمدی یا خانیل کسی معرفی کنی سووای و تو مثال یک از نوشیدن سووای بیر بیته دیتا به آبجو به لطفا ایش وونه این مونیش اما در مونیخ زندگی کنم واس مشتست تو چه چیز میخوای تو اشتقین که واسا بیته وربن اوند اندونگن. خب یک موضوع گرامری دارین که من از قبل آمادگی گرفتم روی از این موضوع که خیلی مهمه که ما رو کمک میکنه که نظر به فایل خود فعل چرغم پسوندها بدیم و فعل گردان کنید، چون که میفهمید در زبان آلمانی ضمیر ایش یعنی من، دو یعنی تو، هر زی اس او مرد، او بی جان یا زی او زن، ویا ما هیا توهای زی زیم به معنای زی خورد کست آنهای زی کلون یعنی شما. خب باید نظر به فایل خود فعل در زبان آلمانی پسوندهای میگیره که با هم انشالله حال کار میکنید تا بهتر بفهمید. خب در زمان آلمانی یک فعل ها مثلا کومن داریم ما که فعل باقاعده، اگر فعل باقاعده بود که این پسوندای در آخر پسوندای فایلی به خون میگه. به طور مثال فعل کومن داره کوم مصدر و همین این که در آخر فعل که فعل های آلمانی اگر باقاعده باشه اکثریت همین این داره، په همین گردشته میشه و پسوندا نظر به فایل گردشته میشه. به طور مثال به جای همین این اگر ایش باشه یک ا میدیم، اگر دو باشه است میدیم، اگر هر زی اس باشه یک ت میدیم، اگر وی باشه ای ان میدیم پس همی شکل میگیره، اگر هی باشه یعنی شکل جمع دو باشه توها باشه یعنی یک ت میگیره. هی و هر زی اس اینا پسوندها اینا مشابهه در حالت که فعل باقاعده باشه. زی یعنی شما شکل مؤدبانه اگه باشه بازم فعل همی حالت میگیره یک ان میگیره پسوند و زی آن هم فعل تغییر نمیکنه، مانند زی یک ان میگیره. زی آنها زی شما مؤدبانه و وی یعنی ما فعل به همی حالت که هسته در جمله استفاده میشه، اما ایش یک پسوند ا میگیره دو است میگیره، هر زی اس یک تی میگیره، هی هم تی میگیره. و طور مثال چند فعل با هم کار کردم که با هم کار میکنیم که بیشتر یاد بگیریم. ایش فعل خود کومینه، گفتم ایش کومه، دو کومز، هر زی اس کومد، ویا کومین، هیا کومد، زی کومین. دیگه فعل داریم وونین، همی وون اصل فعل بوده وونین یعنی اینجا یک اینی هم بوده. خب ما گفتم این وردیشته میشه پسوندای داده میشه. ایش وونه، دو وونست، هر زی اس وونت، وی وونن، هی وونت، زی وونن. خب ایش فعل هایسن داره یعنی نامیدن، نامیدن اسم خور که می اسم خور گفتن که وقتی که فیلم نامیدن یعنی اسم خور که مهم بگیم. و طور مثال یس ای کلمه که حرف کست ست میگن در زبان. خب این کلمه که هست در دیگر زبان هانی مخصوص زبان آلمانیه شکل دلتار داره و بعض وقتا که اگر کامپیوتر ما نتونستیم پیدا کنی از دوبل اس یعنی دو بار از اس رد برای استفاده کنی همین معنا رو میرسونه. خب پس این همو دوبل اس یعنی دو تا اس که این شکل رو به خود گرفته. ایش هایسه، دو هایست، هر زی اس هایست،
Wir heißen, hier heißt, sie heißen. چرا به دو یک اس اینجی نگیریم مانند از اینا؟ به خاطر که اینجا دوبل اس است، یعنی گفتن دو تا اس داره. خب پس معنا نمیده که باز یک اس دیگه هم ما بدیم که بشه ای. پس این برای از این که هم معنای نمیده هم تلفظی خراب میشه، پس یک ت سیه که یک استثنایی بود که گفتم برای شما بگم. دیگه داریم فعل هربایتین یعنی کار کردن. ایش هربایت، دو هربایت است، هر زی اس هربایت، وی هربایتن، یا هربایت، زی هربایتن. خب میبینین که اینا این بالایا مت پسوندار به خوگیری، اما اینجا یک حرف ای به داخلی اضافه شد. چرا اضافه شد؟ فعلی که داشته باشین که وقتی که این ور داشتیم به تی و دی ختم شد یک ای میدیم، به خاطر از اینکه راحت تلفظ بشه و شکل زیباتری به خوب بگیره. یعنی چی؟ هربای تست راحتتر تلفظ میشه و اگه به تی و دی ختم شد بعد قبل، یعنی این قسمت ام آخری تی یا دی بود، یک ای میدیم و پسوند استخور میدیم. یا پس میبینی اینجا هم به تی ختم میشه و یک ای به داخل آمده، هربای تت راحتتر تلفظ میشه و زیباتر هم است. یا هم که هیه هربای تت. و همچنین دو فعل داریم که اینا که بود با قاعده. فعل های بی قاعده هم ما داریم در زبان آلمانی که دو تا فعلی که تا فعلا شاید هم دیده باشین در جمله و شاید هم مشکل برخورده باشین، فعل های بی قاعده زاین و هبین. زاین یعنی بودنه، هبین هم داشتنه. اینا شکل بی قاعده که باید اینا رو همین تک هست یاد بگیریم دیگه، کدام پسوند یا چیزی یا رایل نداره. به طور مثال زاین بودن معنای ایش بین، من هستن، دو بیست، تو هستی، هر زی اس ایست، او مرد، او زن یا او بی جان یا هست، وی از زند ما هستیم، هی از زاید توها هستین، وی از زند ما هستیم. دوباره تکرار شده، زی آنها، یعنی زی آنها هستن، زی شما هستین مؤدبانه. خب میبینیم که کلن هر کدامی هم فرق میکنه، پس اینا باید همیت یاد بگیریم. هابن فعل داشتن، ای هم زیاد استفاده داره. ایش هابه، دو هست، هر زی اس هات، وی هابن، هی هابت، زی هابن. اینا گردان ای دو فعل بیقایده بود، فعل زاین و هابن. خب برمیگردیم به کتاب. هرگن سنزی دی وربن گرامتی. خب من این فعل ها کار کردم، بیشتر دکر رو از اینا وقت نمیگذارم. میبینیم که همین مثلا فعل کومینه، اگه اینجی خواست فعل ترینکینه چون من کار نکردم کار میکنم. ایش ترینکه، دو ترینکست، هر زی از ترینکت، وی ترینکن، هی ترینکت، گفتم دو وی دو هی نه هر و اس و زی و هی ماننده هم گردان میشه. میبینی که اینجا همونته آمده، هی ترینکت، زی ترینکن، یعنی نوشیدن. که اینجور باز خود شما باید کار کنیم. من به داخل گفتم، اینا رو همه گفتم دیگه، وقت رو از اینا نمیگذاریم. وربن اوغن، اون اوغن زی اون کنترولن زی دی تابلن. گفتم این ورب ها که وقتی که خونه پوری کردیم شما باز گوش کشیم و کنترل کنیم که درسته یا صحیحه. و ورد اکسنت یعنی همون فشار یا فشاری که روی هجاها صورت میگیره. گفته ورد اکسنت، امو اکسنت یا فشاری که روی کلمات میشه. آ اوغن زی دی وربن اوند مارکیرین زی دین ورد اکسنت. گفته همین ورب ها فعل ها گوش کشیم شما و زیر خط بکشیم جایی که بیشتر روی از او فشار یا تاکید صورت میگیره، که ایر با هم گوش میکشیم. Heißen, trinken, kommen, nehmen, wohnen, hören, lesen. Sortieren. Verstehen.
sprechen. Sammeln. Üben. خب گوش کشیدیم و بیشتر که من از این بخش شنیداری برداشت کردم اینه که بیشتر روی اول فعل ها یعنی اول کلمات ای تاکید میکرد یعنی صدا خو یعنی با تشدید انجام میداد های سن ترن کن خب و اینا هم ادامه و اینا رو یک معنای میکنم برای شما شاید کدام فعل نفهمیده باشه اینا همه فعله و فعل هم همه اولی به حروف خرد نوشته میشه و میبینی اینا شکل مستر فعل و اگر خواستاشین گردان کنیم باید پسفندار بدیم و داخل از اینا باقایده و بیقایده هم هسته های سین نامیدن نام بردن ترینکین نوشیدن کومین آمدن نیمین خوردن وونین وونین زندگی کردن آهن گوش کردن لیزن خواندن زورتیرین مرتب کردن فرشتهین فهمیدن اشپقیشن صحبت کردن زامن جمع‌آوری کردن اوبن تمرین کردن خب خدا کنه اگر زی هم خدا مشکل ندیشاشیم و داریم حرف ب آهن زین نخ ایمال اون اشپقیشن زی نخ گفته گوش بکشین شما نخواهیم یک بار دیگر اون اشپقشن زی نخ و بعد از او صحبت کنی که او یک وقفه میده و بعد شما امو کلمه فعلی که او میگه شما یک تکرار میکنی که بخش اشپقشن یا گفتری شما خیلی مفیده و لهجه شما بیشتر شبیه به آلمان زبان ها میکنه خب دوباره می گوش نمیکشم و دیگه داریم سالن اون سالن اون سالن خب این موضوعی هست که در درس بعدی انشاءالله روی از او بس میکنیم اعداد از یک تا هزاره که خیلی درس دلچسبیه که انشاءالله در درس بعدی با هم کار میکنیم تا درس بعدی خدایا رو نگهدارشون